مطلب دیگه که بیندای گرامی واقعا جالب است ایست که امروز پارلمان اروپا کنفرانس دروزه را به خاطر زنان افغانستان برگزار کرده و چند زن که به اصطلاح مشهور شدن در افغانستان اینا دعوت کردن تا بیاین صدای مظلومیت زن افغان بلند کنن. واقعا شرم‌آور است که ها اینا دعوت کرده. شما میبینین سیما سمر، عبی بسرابی، شهزاد اکبر، ای سیتن امینا، شما بیندای گرامی و وجدانه قضاوت کنید که در 20 سال پس این اساس ترین کرسی ها رو اینا کار کردن. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر بود. یک راپور تحقیقی عزیزان شما پیدا کنید که به نفع ملت تمام شده باشه. یا عبی بسرابی از روزی که روی پرده آمد که نوکر و غلام برده کرزی بود تا فعلا نه. و یا شهزاد اکبر که از روز که آمد فقط با اون احساس تعلقات که داشت آمد و کارهای کردن چه کردن؟ جز معامله گری، جز از این که خود از اینا مشکل برای دیگه زنها افغانستان شد. بخاطر چی مشکل؟ بخاطر از این که اینا کسایی هستن که مانی پیشرفت دیگه زنان افغانستان میشن. اینا کسایی هستن که خود تبارز میتن در معاملگری، چون هم از اینا پروژه ایست. اینا کل عمر خود در پروژه تر کردن، در دزدی و در غارت سپری کردن، نه در خدمت. هر کدام از اینا رو که شما زندگیشان تحقیق کنین، تمام از اینا حداقل در 30 سال پس این 10 سال پیشتر از آمدن امریکایی ها، اینا فقط در پروژه های کلان شدن، پروژه سازا بودن و از پول حرام اینا، از پول نامشروع اینا تا حال زندگی خود پیش بودن. و آلمان با تمام اونم گذشته های ننگین خود از زن افغانی که امروز در اسارت قرار گرفته، از معامله های شرم‌آور عمیق خائنین، از او اینا نمایندگی میکنن و میخواین که صدای زن افغان اینا بلند کنن. با کدام روی، با کدام دیده اینا میان بار دیگر در صحنه جهانی قرار میگیرن و به نمایندگی از زنان افغانستان صدا بلند میکنن. زنان افغانستان امروز شما رو نفرین میکنن، امروز شما رو قبول نداره. امروز کسایی در این 20 سال پس این در برون از کشور رشد کردن که بیشتر از این سیاه رویا کار کردن، بیشتر از اینا صدای مظلومیت زن افغان بلند کردن، چرا جامعه جانی به سوی اینا نمیره؟ ما روز اولی که سناریوی 15 آگوست در افغانستان تطبیق شد و به صورت هالیوودی مردم تخریب کردن و کارای کردن، ما گفتیم که امریکا و جامعه جهانی و اروپایی اینا همگی در بدبخت ساختن مردم افغانستان نقش دارن. نروژ دیدید که چه کرد؟ چهار تا توریست دعوت کردن که بیا شما با ما صحبت کنید، اما با جلسات پشت پرده اجرا کردن، یک کلمه شکست نفهمید. و امروز هم کسایی رو دعوت میکنن پارلمان اروپا که اینا خود عامل برای مصیبت و بدبختی در کشور ما بودن. ما امیدوار هستم که هموطنان ما که در اروپا هستن اینا صدای خود بلند کنن، اینا خودشون تثبیت شخصیت کنن که ماها اینجا هستیم، ما میتونیم به نمایندگی از زن افغان صدای خود بلند کنیم، ما میتونیم که امروز اون صدای مظلومیت و صدای خفته در گلوی زنان افغان بلند کنیم. اینا کیها هستن؟ یک مشت خائنین، یک مشت وابسته، یک مشت اجیر آمدن 20 سال مردم افغانستان به اصطلاح بازندگیشان بازی کردن، ولی هم آمدن تعیین سرنوشت برای از اینا میکنن که واقعا شرم‌آور است. و این برنامه برای دو روز است که امروز شروع شد. روبرتا متزولا رئیس پارلمان اروپا گفته که گروه طالبان افغانستان را از جامعه پویا و پر رونق به کشور بحران زده و در حال سقوط مبدل کرد. یکی کرد؟ تاریخی که قدرت نداشت خانم متزولا، یک امریکا بود و این جامعه جهانی شماها بودین که دو دستک خاک ما را و سرنوشت مردم ما را به دست ایهوله ها تحویل دادین و آل پس مادران دلسوز شدین برای ما، آل با حال وطن ما شما اشک تمسام میریزین. متزولا که روز شنبه در نشست دروزه پارلمان این کشور در مورد زنان افغانستان صحبت میکرد گفت که با قدرت رسیدن طالبان وضعیت حقوق بشری در این کشور به ویژه برای زنان به شدت وخیمتر شده. او تاکید کرد که بازگشت طالبان دستاوردهای زنان و دختران افغانستان و مبارزه آنها را در برابر نابرابری های جنسیتی نابود کرده. با این حال
وای که از نخستین سخنانان نشست دروزه روزهای زن افغان بود، گفت که پارلمان اروپا در تلاش ارزیابی وضعیت زنان افغانستان هستند تا بتوانند به آنها کمک کنند. مجلس افزود که در این نشست دروزه پارلمان اروپا تجربه های زنان افغانستان را خواهد چینست و کوشش میکند به مشکلاتشان رسیدگی کند. خب سیمو سمر، حبیبه سرابی، سهرای کریمی، شهزاده، اینا چی خاطره دارن؟ یا هنرمند آریانا سید، اینا چی خاطره ای دارن از زن افغان که اینا کجا در ارتباط بودن؟ اینا در افغانستان هم که بودن در پشت دیوارهای آهنی قرار داشتن، با مردم کجا ارتباط داشتن تا درد مردم، رنج مردم و مصیبت مردم بخصوص طبقه زنان کشور بفهمن و بین با اتحادیه اروپا اینا شریک بسازن؟ گفتنی است که نشست پارلمان اروپا امروز سه شنبه شروع شد و فردا پایان می‌یابد. ایوی سرابی در نشست پارلمان اروپا گفت زنان جهان با ما متحد شوند. نخیر، با شما متحد نشوند، با زنان دردمند کشور ما متحد شوند که شما امروز اونا رو به این روز سیاه کشانیدین. ایوه سرابی عضو هیئت مذاکراتی دولت پیشین با طالبان همزمان با برگزاری نشست امروز پارلمان اروپا در مورد وضعیت زنان افغانستان خواستار حمایت زنان جان از زنان افغانستان شد. با گزارش خبرگزاری جمهور، پارلمان اروپا پیش از این اعلام کرده بود که نشست را به تاریخ اول به 2 فوریه یعنی امروز و فردا در مورد وضعیت زنان افغانستان برگزار میکنند. این نشست با حضور سیما سمر، شهزاد اکبر، رئیسان پیشین کمیسیون حقوق بشر، حبیبه سرابی عضو هیئت پیشین گفتگوهای صلح با طالبان، حوریم مصدق عضو پیشین سازمان عفو بین الملل، ظریفه غفاری نخستین شهردار زن افغان در میدان وردک، سهرا کریمی رئیس پیشین افغان فیلم برگزار شد. حبیب سراوی پیش از برگزاری این نشست به صدای امریکا خواستار حمایت زنان جهان از زنان افغانستان شد. او گفت که زنان پارلمان اروپا این گونه میخواهند که از مبارزات زنان افغانستان قدردانی کنند و در ضمن از تجارب آنها آگاهی پیدا کنند و چگونگی حمایت از زنان در داخل افغانستان را بررسی کنند. سراوی افزود خواست و توقع من از این نشست این است که زنان اروپا و زنان جهان در کنار زنان افغانستان قرار بگیرند و آنچه را که در داخل افغانستان میگذرد به وضاحت ببینند و مسائل را که در داخل افغانستان میگذرد باید نظارت کنند و فشار لازم را وارد کنند تا اینکه زنان افغان بتوانند از وضعیتی که فعلا قرار دارند نجات پیدا کنند. این در حالی است که زنان دعوت شده در نشست دروزه پارلمان اروپا قرار است که سخنرانی کنند و با کنسرت از آریانا سعید این محفل فردا و پایان میرسند. خب شما قضاوت کنید ویدئوی گروهی، ما که میگیم که سر از ماست، نوشتش از دیگراست، یک تعداد قبول نداره. قبل یک محفل میگیره تو شما امروز در گزارش میشنوید که تمام اختیارات افغانستان امروز جو بایدن بر امیر قطر داد که تو میتفهمی و افغانستان هر کاری کردی برو انجام بدی، اتحادیه اروپا یک ساز می نوازه، پارلمان اروپا یک ساز می نوازه، اینا برای ما شما دوباره در تلاش هستند که دیگه یک سرنوشت دیگه تعیین کنن تا ما راضی خوشحال شویم که بار دیگه با سرنوشت همراه میشیم، همگام میشیم. چگاه ای جامعه کورچشم جهانی، چه امریکا چه اروپا، اینا حاضر نیستن که اجازه بدن که مردم افغانستان و نماینده های واقعی مردم افغانستان، نسل جوان امروز که آگاه، نسل جوان امروز که مسئولیت پذیر است، نسل جوان امروز که امروز در داخل افغانستان در زندان قرار دارد و در بیرون با مشکلات زیاد روبرو هستند، باز هم قادر هستند، توانایی زیر دارند که یک کشتی بشکسته را به ساحل نجات برسانند. اگر مداخله بی‌شرمانه جامعه جهانی از کشور ما قطع شود و اجازه بدن که مردم افغانستان خودشان تعیین کنند سرنوشت خود باشند.